شصق. خوش آمدید سرخط خبرها. عبور صدها پناهجو از مرز دریایی فرانسه و بریتانیا ظرف چند ماه اخیر. بیشتر مهاجران غیرقانونی ایرانی هستند. در ادامه برنامه، تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات در مجلس ایران. موافقان میگویند با این روش نمایندگان بهتری انتخاب میشوند. محرومیت یک آهنگساز ایرانی. علی قمصری میگوید تا اطلاع ثانوی ممنوع فعالیت شده. و زندگی زیر سقفی از باروت، استفاده از راکت‌های عمل نکرده در جنگ افغانستان برای خانه‌سازی. سلام، عصر بخیر. من مجید افشار هستم. و من باران عباسی. نام ایرانی‌ها و شیوه عجیبشان برای عبور از کانال مانش در چند ماه گذشته در رسانه‌های بریتانیا بر سر زبان‌ها افتاده. بیش از 500 پناهجو که تقریباً اکثرشان ایرانی هستند یا حداقل ادعا می‌کنند ایرانی‌اند، تلاش کردند با قایق بادی خود را از فرانسه به بریتانیا برسانند. نیمیشان به مقصد رسیدند و نیمی دیگر را پلیس فرانسه متوقف کرده. چرا آنها حاضرند جانشان را به خطر بیاندازند تا به این سوی آب بیایند؟ چه چیزی بریتانیا را برای آنها این چنین جذاب کرده؟ شهریار سیامی با یکی از مهاجران ایرانی گفتگو کرده که از این مسیر به بریتانیا آمده. این قایق‌ها موضوع این روزهای رسانه‌های بریتانیا هستند. عبور مهاجران از راه دریا به بریتانیا از سواحل فرانسه. بعضی از مردم محلی هم نگران هستند. دارن میان دیگه. کسی هم جلوشون رو نمیگیره. خیلی ترسناکه. این 8 نفر هم سه شنبه به سواحل انگلستان رسیدند. در چند ماه گذشته 500 نفر دل به دریا زدند و آمدند. بیشترشان ایرانی هستند. یکی از آنها محمد صالحی بختیاری فعال سیاسی است که چند ماه پیش از راه دریا آمد. مانش، کانال مانش، یکی از خطرناکترین و پرترافیکترین مسیرهای دریایی است و واقعا هم خیلی خطرناک بود. چند نفر که با ما بودن بیهوش شدن. یعنی این که خود پلیس دیده بود اینا که کنار زمان که ما رسیدیم اینا دیگه بیهوش شدن. واقعا خیلی خطر جانی واقعا بسیاری بالاست اینا و از کسانی که واقعا این مسیر میخوان انتخاب کنن آگاه باشن. این مسیر ساده ای نیست، واقعا خطرناکه. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا عبور مهاجران از دریا را حادثه جدی نامیده و خواستار کمک فرانسه برای توقف آن است. نگران از اینکه سفر خطرناک دریایی باعث کشته شدن مهاجران شود. با قایق اومدین، خطرناک نبود؟ تو اون مسیر پر رفت آمد سرد و آیا واقعا خطرناک نبود؟ ببین، من به نوبه خودم میگم، نه هموطنان خودم، میدونم شرایط خیلی سخته، ولی با تمام این خطراتی که کانال مانش و این دریا و این مسیر پناهندگی هست، فکر نمی کنم به اندازه 1% خطری که جمهوری اسلامی رژیم ایران هست، این به نظر من خطر رژیم و مردمی که در ایران کشورشون ترک میکنن، این خطر براشون مثل یک آب خوردن و خیلی بسیار ساده است. محمد که یکی از اعضای فعال جنبش ملی آزادی خانه ایران است میگوید در فرانسه درخواست پناهندگیش پذیرفته نشده و حالا آمده که شانسش را در بریتانیا بیازماید. وزیر کشور بریتانیا اما میگوید مهاجرانی که از فرانسه میآیند در کشور امنی بودند و دلیلی برای عبورشان از دریا نیست. محمد میگوید بیشتر کشورها از پناهجویان سیاسی استقبال نمیکنند. اما چرا بیشتر ایرانی ها این مسیر پرخطر رو طی میکنند؟ ما دیگه زندگی برامون نمونده. زندگی در ایران دیگه اکثر کسانی که این مسیر میان تمام زندگی و خونه و کاشونشون مردم ایران واقعا نابود شدن، از بین رفتنه. حدود 2500 ایرانی در سال میلادی گذشته از بریتانیا درخواست پناهندگی کردند. نصف آنها در مرحله اول پذیرفته شدند و بقیه پروندهشان در جریان است. آمار نشان می‌دهد 3/4 پناهجویان ایرانی جواب مثبت می‌گیرند.
در لندن هزاران مهاجر زندگی میکنن که هر کدوم هم از راه‌های مختلفی به این کشور اومدن. اما عبور از دریا با این خطرات جانی بالایی که داره در این فصل سرد، این سوال به وجود میاره که این افراد باید چقدر در فشار و ناامیدی باشن که این راه رو انتخاب کنن و آیا رسیدن به این کشور ارزش قمار بر زندگی رو داره؟ شهریار سیامی، بی بی سی. حمید نوذری، کارشناس امور مهاجرت از برلین با ماست و همینطور شهران تبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا اینجا در استودیو. خانم تبری، اجازه بدید اول با شما شروع بکنم. با سوالی که شهریار در آخر گزارشش پرسید، چه چیزی در انگلستان وجود داره که حاضر میشن پناهجوها ریسک بکنن و خودشونو به دریا بیندازن و این سفر خطرناک رو طی بکنن؟ یکی از دلایل مهم البته این هستش که در کشورهای دیگه گرفتن پناهندگی ساده نیست. این رو یکی از کسی همین کسی که صحبت میکرد میگفت به تلویزیون بی بی سی انگلیسی که ما در فرانسه چندین و چند بار تقاضای پناهندگی کردیم و من خیلی خوشحال بودم اونجا بمونم اگر اونا ما رو قبول میکردن، ولی اونا ما رو قبول نکردن. ولی مسئله مهم دیگه این هستش که چرا اصلا اینا مهاجرت میکنن؟ چرا یک استاد دانشگاه که به اینجا آمده بود توی رسانه ها ازش پرسیده بودن که چرا نمیخواد برگرده؟ گفت من ترجیح میدم بمیرم توی این دریا ولی بر نگردم. و سوالی که میمونه این که چرا، چه شرایطی برای اینا در مملکت خودشون هست که میخوان اینطور خودشون رو با آب و آتیش بزنن به اصطلاح و بیان به کشور دیگه. اما این که چرا براشون بریتانیا جذابتر هست، چرا میخوان اینجا بیان، یه دلیلش این است که قوانین بریتانیا و به طور کلی قوانین نوشته نشده و اخلاقیات بریتانیا این هست که مسئله پناهنده خیلی براشون مسئله مهمیه. در از قرن 19 بسا از خیلی پیشتر بریتانیایی ها به اینکه پناهندگی بدن به کسانی که جانشون در خطر هست اهمیت زیادی میدادن و به همین خاطر از سوی مردم هم یک فشار زیادی به دولت‌هاشون هست که کسانی رو که جانشون در مملکتشون در خطره رد نکنن و قبولشون بکنن. بنابراین پناهندگی یک مسئله خیلی از نظر اخلاقی هم در این مملکت خیلی اهمیت داره. ولی در سالهای اخیر به خصوص با مسئله برکسیتی که برای این مملکت پیش اومده، مسئله اینه که مردم میگن بله اروپا، چطور اروپا این کار رو نمیکنه، چطور اروپا به اینها پناهندگی نمیده و اینا، و حتی این صحبت رو میکنن که اروپایی ها به اینها مدارک کافی میدن برای اینکه بعد سفر کنن بیان به بریتانیا. یه مسئله دیگه هم که در بریتانیا مهمه و جذابیت داره، حالا علاوه بر زبان که اکثرا یک کمی زبان میدونن برای اینکه وارد مملکت بشن، علاوه بر اون اینه که مقدار کار خیلی راحت تره در اینجا. در بریتانیا بیکاری خیلی خیلی میزان کمی داشته در این سالهای اخیر و کسانی که وارد اینجا میشن حتی اگر سوادی داشته باشن به خصوص خیلی سریع میتونن که کار بگیرن و این جامعه خیلی پذیرای مردم دیگه هستش و خیلی ملایمتر نسبت به این مسائل. باز هم میگم اگرچه برکسیت و این جو اخیر ضد پناهنده این موضوع رو تا حد زیادی خدشه‌دار کرده و سخت‌تر کرده. آقای نوذری، شما شرایط رو چگونه می‌بینید؟ در رسانه‌های بریتانیا گفته میشه که تعداد زیادی از ایرانی‌هایی که الان دارن تلاش می‌کنن از کانال مانش عبور بکنن، کسانی هستن که در سال گذشته زمانی که در واقع ایرانی ها میتونستن بدون ویزا به صربستان سفر بکنند، اونها اومدن به صربستان و به ایران برنگشتن، حالا این مسیر رو طی کردن. شما چطور میبینید شرایط اونها رو؟ منم فکر میکنم که کسایی که میان بریتانیا به اصطلاح با توجه به مسئله زبان و چه کار و اینکه آشنایی دارن و احیانا کسایی دارن اون را اونجا کشورهای انگلیسی زبان معمولا براشون راحت تره. اگر نه مثلا در مقایسه بکنیم با برخی از کشورهای دیگه، تعداد زیادی نه ایرانی مثلا در سال 2000 اندی که شما گفتید مثلا در برابر حدود 1/6 آلمانه و تعداد زیادی نیست. اصولا بریتانیا به خاطر وضعیت خاص خودش الان حدود ماهی 3000 تا بیشتر پناهجو نمیگیره. ولی منم فکر میکنم اینها حتما با توجه به بک‌گراند و با توجه به مسائل شخصی که در رابطه با خودشون و یا احیانا پیش از اون کجا بودن رو در نظر میگیرن و به بریتانیا میان. اگر نه، اگر از صربستان اینها زمینی آمده باشن، کشورهای مثل آلمان و کشورهای مثل اتریش و اینها از نظر راه برای اونها نزدیک تره.
از شما که با پناهجویان کار میکنید، علت اصلی که در چند سال اخیر میبینید ایرانی هایی که خارج شدن چه چیزی رو بیان میکنن به عنوان علل اصلی خروجشون از ایران؟ جمهوری اسلامی ایران. نمیخوام تکرار بکنم، علاوه بر مسائل کلاسیک این عده که واقعا بسیارشون مهاجرت هم نمی کنن، مجبورم تدقیق بکنم، بسیار پناهنده هستن، واقعا فرار می کنن. مهاجرت یک کلمه دلبخواهی همراهشه و کلیا واقعا دلبخواهی هم ایران رو ترک نمی کنن. حالا بگذاریم از این، ولی اکثرا علاوه بر مسائل سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، تغییب و نداشتن امنیت سیاسی و دینی و ملی در یک سال و نیمه گذشته، عدم چشمانداز اقتصادی و داشتن زندگی بهتر هم به مسائلی که سابق بوده اضافه شده. بسیاری نه تنها برای خودشون بلکه برای فرزندانشون در ایران فعلی آینده چندان خوبی نمیبینن و همونجور که پیشتر هم گفته شد واقعا بعضیا به سیم آخر میزنن و از راههایی میان که عجیب و غریبه و این دهه 80 ترکیه و راههای کردستان اینها با هم راههای پرخطری رو میان، بسیار هم پرهزینه است، ولی حاضرن این ریسک ها رو بکنن و اکثرا هم که میان قشر جوون شهری تحصیل کرده بین حدود 25 تا 40 که راحت بگیم زندگی توی ایران از هر نظر، چه سیاسی چه اقتصادی و الان که اضافه شده، او رو داره خفه میکنه و مجبوره که کشورش رو ترک بکنه. خانم طبری، این بحران جدیدی که در واقع در بریتانیا تبدیل به بحران شده توسط رسانه ها اینطور بیان میشه، یه طوفان سیاسی برپا کرد عبور این پناهجوها از تنگه در مانش با قایق بادی. چرا به نسبت تعداد وقتی نگاه بکنید تعداد انقدر بزرگ نیست، اما خبر بسیار بزرگ بود واکنش چند تا مسئله. شما خودتون در رسانه هستید، من هم در رسانه بودم. ماهایی که در رسانه هستیم وقتی که خبر خیلی زیاد نیستش یک خبرهای دیگه میبینی گنده میشه. در دوران تعطیل پارلمان و تعطیل برگزیت و تعطیلی کریسمس خبر زیادی نبوده، این یه دلیلش هستش. ولی دلیل مهمتر از اون این هست که الان مسئله مهاجرت تبدیل به مسئله حساسی شده و این حساسیت در بریتانیا، در آلمان، در فرانسه، در تمام کشورها، در تمام کشورهای اروپایی، در آمریکا الان دونالد ترامپ، مسئله دیوار، مسئله حساسیت در مسئله پناهندگی و پناهندگی هم مهاجر، ورود سیل ورود خارجی ها به این کشورها الان تبدیل به یه مسئله حساسی شده و کسانی که دست راستی های افراطی هستند، آدم های خارجی ستیز هستند، آدم های انواع اقسام تعصباتی دارن، اینها الان فرصت رو غنیمت شمردن که به این مسئله بیشتر بپردازن. اما شبیه مسئله برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مسئله مهاجرت یا حتی پناهجویی هم یه چیز مشابهی هست. یعنی یک چیز اطلاعات دقیق خیلی اوقات رسانه ها در اختیار مردم نمیذارن، اطلاعات گاهی اوقات فقط میخوان احساسات، یعنی فقط نه فقط میخوان احساسات، یعنی احساسات مردم برانگیخته میشه، اطلاعات دقیقی هم میذارن و نمیذارن. من مثلا میبینم که در رسانه ها کسانی هم که طرفدار پناهنده ها هستن، کسانی که واقعا معتقدن این کشور کشور پذیرای پناهنده ها هستش، نه مهاجر لزوما، پذیرای پناهنده ها هستش، اونها هم میان و حرف میزنن. خیلی سازمان های متعددی در بریتانیا هستن، سازمان های خیریه، سازمان های داوطلبی که به مهاجرها کمک میکنن، که به جلو دولت میستن، اجازه نمیدن که حق مهاجر، حق پناهنده نقض بشه. مثلا من یه مثال بگم، در شمال لندن یک سازمانی درست کردن، عده ای از ایرانی ها، افغانی ها و خاورمیانی ها به اسم بارنت خدمات پناهندگی برای بارنت، که اینها در سال فقط در سال گذشته به 1700 نفر فکر میکنم پناهنده کمک کردن برای پر کردن درخواست پناهندگیشون، برای هر جوری که بگین بهشون کمک، برای مسکن، برای مدرسه بچه ها، بعد کلاس هایی دارن، اینا رو داوطلبی میتونن همونجا کار بکنن. اینقدر مؤسساتی هستن در بریتانیا که کمک میکنن به پناهنده ها. به پناهندگی در بریتانیا یه مسئله هستش به نظر من اخلاقی، که خیلی از مردم، حالا دولت ممکنه روش های تون در پیش بگیره و بعدم
وقتی که آقای ساجد جاوید همین در مورد کسایی که از کانال مانش می آمدن تعطیلات کریسمسش رو نیمه کاره گذاشت برگشت اینجا و شروع کرد گفتش که آها اینا شاید پناهنده نیستن، چرا نتونستن در فرانسه پناهندگی بگیرن؟ از حزب کارگر، از حزب لیبرال دموکرات، از حزب خودش همه بهش حمله کردن، گفتن تو قصاص قبل از جنایت کردی، چه حقی داشتی بگی اینا پناهنده نیستن، اینا باید موردشون بررسی بشه، بعد اگر پناهنده نبودن اون یه مسئله دیگه هستش. یه نکته دیگه ای هم که بگم این هستش که در بریتانیا وقتی پناهنده ها وارد میشن اونا رو به اردوگاه نمیفرستن، فقط در صورتی کسانی به اردوگاه فرستاده میشن که پرونده های پلیسی یا مسائلی داشته باشند و در نتیجه خیلی شرایط براشون سخت نیستش. آقای دوزایی، بعد از اون بحران پناهجویی اروپا در حدود 3 سال پیش به نظر میرسه کم و بیش این بحران فروکش کرده در اروپا، ولی در مورد ایران آمار و ارقام چی میگه؟ چقدر ایرانی به اروپا در واقع پناهنده شدن؟ اصولا همونجور که شما گفتید بعد از این قراردادهای با ترکیه و یونان تعداد پناهندگان بسیار کمتر شده. آلمان که پناهنده پذیرترین کشور اروپاست و مثلا دعوا بدتر این بود که حدود مرز 200,000 تا 220,000 تا در سال باشه، امسال چیزی کمتر از 170,000 تا وارد آلمان شدن و به طور متوسط هم در تمام اروپا چیزی حدود ماهی 50,000 نفر در تمام کشورهای اروپایی که نسبت به سالهای گذشته بسیار کمتره. ولی ارقام ایرانی ها اگر آلمان رو یک محک قرار بدیم، چون که بیشترین تعداد به اون کشور میان، اصلا با تعداد کل پناهنده ها قابل مقایسه نیست. در سال گذشته 2017 حدود 8,000 اندی ایرانی وارد آلمان شده بودن، امسال نزدیک 36% بیشتر، یعنی تا حدود 12,000 نفر ایرانی فقط وارد آلمان شدن. به این نشون دهنده اینه که سیر پناهندگان ایرانی، تعداد پناهندگان ایرانی اصلا با مسائل دیگر پناهندگی که کاهش اون هست همخوانی نداره و به نظر میرسه با توجه به مسائل ایران، حدس من اینه که در 1-2 سال آینده ما با همین موج زیاد پناهندگان ایرانی مواجه خواهیم بود. ممنونم از شما حمید نوذری، کارشناس امور مهاجرت از برلین و اینجا در استودیو چهران طبعی تحلیلگر مسائل بریتانیا. چند خبر کوتاه. اتحادیه اروپا اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و 2 ایرانی را به فهرست افراد و نهادهای تروریستی خود اضافه کرده. شورای اروپا گفته این تصمیم به دلیل حملات خونسا شده در خاک اروپا گرفته شده. به این ترتیب دارایی های این اداره و این 2 فرد مسدود می شود. وزارت خارجه ایران با محکوم کردن این اقدام آن را تصمیمی غیر منطقی و تعجب برانگیز خوانده. بهرام قاسمی هشدار داده که جمهوری اسلامی تلافی می کند. وزیر انرژی پیشین اسرائیل اتهام جاسوسی برای ایران را پذیرفته. گونن سگف با دادستانی به توافق رسیده که این جرم را بپذیرد تا بابت اتهام خیانت به کشور محاکمه نشود. او متهم است اطلاعاتی درباره مقام‌های اطلاعاتی، بازار انرژی و مکان‌های امنیتی اسرائیل در اختیار ایران قرار داده. پیشتر وزیر اطلاعات ایران با همکاری آقای سگف با تهران را تایید کرده بود. رسانه‌های ایران از سوء قصد مسلحانه به غلامرضا مزارعی رئیس دادگستری کوکیلیه و بوی رحمت خبر دادند. بنابر گزارش‌ها زمانی که آقای مزارعی سوار بر خودرو بوده، افراد مسلح تلاش کردند که او را ترور کنند. حادثه در یاسوج اتفاق افتاده. به گفته رسانه‌های ایران در این حادثه به کسی آسیب نرسیده. یک منبع در گروه طالبان به بی بی سی گفته دور بعدی گفتگوهای این گروه با نمایندگان آمریکا 1 هفته به عقب افتاده. پیش از این گفته شده بود این نشست امروز و فردا در قطر برگزار می شود. در همین حال زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان دور دیگری از سفرهای منطقه‌ایش را آغاز کرده. مجلس ایران کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرده. موافقان میگویند اجرای این طرح به انتخاب نمایندگانی می انجامد که در بین گروه بزرگتری از جمعیت مقبولیت دارند. دولت هم به این طرح روی خوش نشان داده، اما گفته ملاحظاتی دارد که باید در طرح گنجانده شود. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. مجلس از مهمترین ابزار دموکراسی در جهان امروز است.
آنچه در تمام این سالها اتفاق افتاده تلاش برای انعکاس هرچه دقیق تر خواست مردم در مصوبات مجلس است. کلیات این طرح به رأی گذاشته شد. در ایران در تازه ترین تحول از این دست امروز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را تصویب کرد. انتخابات مجلس در حال حاضر با تقسیم بندی کشور به بیش از 200 حوزه انتخاباتی بر مبنای ویژگی های فرهنگی سیاسی و جغرافیایی جمعیتی برگزار می شود. برای مثال منطقه دور از مرکز استان می تواند در حوزه محدود تعریف شود و از آن نماینده‌ای به مجلس بفرستد. با استانی شدن انتخابات برای کل استان یک حوزه انتخاباتی اصلی تعریف می شود و حوزه های دیگر فرعی تلقی خواهند شد. یک حوزه بزرگ به نام حوزه استانی داریم و یک حوزه فرعی که همون حوزه شهرستانی هست. اگر فردی در حوزه شهرستانی یا حوزه فرعی خودش 10% آرا رو بیاره و در کل استان بالاترین رأی رو بیاره، این به عنوان نماینده مردم انتخاب خواهد شد. موافقان طرح میگویند انتخابات امری کاملا سیاسی است و باید هرچه بیشتر در چارچوب‌های سیاسی مانند رقابت‌های حزبی قرار بگیرد. آنها میگویند برگزاری انتخابات در حوزه‌های بزرگتر به انتخاب نمایندگانی می‌انجامد که در بین گروه بزرگتری از جمعیت مقبولیت دارند. حالانکه به زمان‌ها انتخابات فعلی در حوزه‌های بسیار کوچک جاری کننده نظر افراد محلی و ریش سفیدان در آن را است و فرد منتخب که باید در مجلس پیگیر امور تمام شهروندان کشور باشد بیشتر پیگیر مطالبات بومی حوزه خود می‌ماند. از اینکه نماینده مجلس به کار قانونگذاری و اجرای خودش بپردازه به کار اجرایی ریز می‌پردازه. موافقان می‌گویند بهتر است که پیگیری امور محلی به جای نمایندگان مجلس به شوراهای محلی واگذار شود. در این حال در نظر موافقان برگزاری انتخابات مطابق قانون فعلی خطر تخلف و تقلب در حوزه‌های کوچک از راه‌های خرید رأی و تطمیع افراد و رأی اثرگذار وابستگان فرد را بالا خواهد برد. با استانی شدن انتخابات هزینه زیادی برای شرکت در انتخابات مورد نیاز خواهد بود و این از عهده افرادی که مستقل و بدون پشتوانه مالی و یا بدون پشتوانه سیاسی احزاب هستند ساخته نخواهد بود. مخالفان میگویند قانونی شدن طرح استانی انتخابات میتواند به کمرنگ شدن هرچه بیشتر نقش افراد دور از مرکز در تصمیم گیری های مجلس بیانجامد و شکاف میان اقشار جامعه را افزایش دهد. اصلاحات قانون انتخابات مجلس باید در نهایت به رأی خود مجلس قانون شود و باید دید آنطور که موافقان میگویند حقیقتا قادر به انعکاس دقیق تر رأی مردم در قوانین خواهد بود یا خیر. شبنم شعبانی، بی بی سی. علی مزرویی نماینده پیشین در مجلس ششم از حوزه انتخابی اصفهان از بروکسل با ماست و حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی از واشنگتن. خیلی خوش اومدید آقایون. آقای مزرویی، شما خودتون نماینده مجلس بودید و با سازوکار انتخابات و همینطور عملکرد نماینده ها در مجلس آشنا هستید. به نظر شما چه نیازی دیده شد برای تغییر سازوکار انتخابات؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، من فکر میکنم که تجربه های گذشته مجلس نشون دهنده ناکارآمدی مجلس در عرصه ملی بوده و این گونه طرح ها میخواد به گونه ای پاسخ بده به این ناکارآمدی. اما باید در نظر داشت که ناکارآمدی مجلس در درجه اول به نظام انتخاباتی ایران برمیگرده که مبتنی بر نظارت استثنایی شورای نگهبان است و در واقع این طرح نمیتونه حلال مشکلات نظارت استثنایی باشه که به گونه انتخابات رو در ایران دو مرحله ای کرده و عملا بسیاری از افراد شاخص و ملی نگر نمیتونن در انتخابات خودشون رو عرضه کنن. و اشکال دوم هم برمیگرده به نظام انتخاباتی غیر حزبی در ایران، یعنی حتی اگر این طرح تصویب بشود به دلیل اینکه نظام انتخاباتی مبتنی بر نظام حزبی نیست، نمایندگانی که انتخاب میشن پاسخگو نخواهند بود و در نهایت مجلس کارآمد تحقق پیدا نمی‌کند. بله آقای قاضیان، شما روی سازوکار انتخابات در کشورهای مختلف کار کردید، نظر شما چیه؟ چه مشکلی داره نظام انتخاباتی ایران؟ ببینید، یک مقدمه رو همیشه باید در این موارد در نظر داشت و اون اینکه ما سیستم کامل و جامع و بی‌نقصی نداریم.
هر سیستم انتخاباتی که شما بر بگذینید برای یک جامعه برای خودش مزیت‌هایی داره و با خودش کاستی‌هایی میاره و اگر این سیستم رو عوض کنید با یک کاستی‌های دیگر و مزایای دیگری درست. سیستم فعلی همینه، سیستمی هم که داره پیشنهاد میشه دوباره همینه، یعنی هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن. در سیستم فعلی البته همونطور که خود نمایندگان هم میگن خواسته های خرد که باید در واقع در سطح شوراهای محلی برآورده بشه پاش به مجلس کشیده شده که باید شأن ملی داشته باشه، ولی این دیدگاه هم شاید دیدگاه نادرستی باشه که مقدمه این طرح و مبنای فلسفی این طرح شده که نمایندگان نباید از منافع محلی دفاع بکنن. در واقع این طرح کاری که میکنه اون منافع محلی رو از سطح بخش و شهر و شهرستان حداکثر به سطح استان ارتقا میده، این دعواهای درون استانی رو حداکثر میتونه به دعواهای بین استانها ارتقا بده، ولی نمیتونه اون نقش رو از بین ببره مگر اینکه شوراهای محلی یعنی شوراهای شهر روستا و به ویژه اگر تشکیل بشه شوراهای استانی بتونن جانشین این نزاع بشن. اگر چنین اتفاقی بیفته این طرح وقت در سطح استانی معنی میتونه داشته باشه، به این دلیل که اولا خب این امکانو میده که مجلس سیاسی تر باشه، اون نظارت استصوابی رو که ظاهرا امیدی برای پایانش نیست در چارچوب جمهوری اسلامی ضعیف‌تر میکنه، چون در بُعد محلی شورای نگهبان راحت‌تر میتونه نمایندگان رو یعنی کاندیداها رو قلقم کنه و به علاوه این امکان رو میده که چون در مقیاس وسیعی باید آدم‌ها انتخاب بشن، مثلا در استان تهران چیزی حدود 40 نفر باید انتخاب بشن بنا به وضعیت فعلی، در این حالت امکان رو آوردن به فهرست‌ها زیاد میشه و فهرست‌ها همیشه تاریخا نشون داده شده یک مقدمه است برای قبول سیستم حزبی در درون انتخابات و باز شدن جای پای احزاب به درون نظام‌های انتخاباتی. آقای مزروی، شما که در مجلس بودید چقدر این رو حس کردید که نمایندگان بیشتر دغدغه مشکلات حوزه انتخابیه خودشون رو دارن و زیاد درگیر مسائل ملی نمیشن؟ خب این در واقع به تجربه میشه جواب داد که وقتی که نمایندگان از سطح شهرهای بزرگ به سطح حوزه های انتخابیه کوچک و شهرستان ها و بخشداری ها تنزل پیدا می کردن بیشتر گرفتار مسائل محلی خودشون می شدن و همیشه در مجلس گرایش غالب با گرایشی بود که نگاه به حوزه های محلی و انتخابیه داشت و به همین دلیل ما در بحث ملی نوعاً گرفتار بودیم و نمی توانستیم در واقع با یک نگاه ملی مسائل کشور رو به پیش ببریم. این من فکر میکنم در همه مجالس تقریبا اتفاق افتاده و در مجلس ششم هم ما باش مواجه بودیم. آقای قاضیان، درباره یه مسئله تشکیل احزاب و لیست هایی که شما مطرح کردید، مخالفان میگن که نمایندگانی که کاندیداهایی که از شهرهای کوچک میان اصلاً شانسی نخواهند داشت که در این لیست ها قرار بگیرن به خاطر اینکه از شهرهای کوچکی میان و در کل برای کاندیداهایی که از شهرهای بزرگ هستن چیزی اضافه نمیشه به رأی اونها. این همون نکته بود که در آغاز گفتم که هر نظام انتخاباتی که شما بر بگزینید معایب و کاستی هایی داره و ضعف ها و خوبی ها و مزایایی. اینجا هم همینه. در شکل فعلی خب ما به سطوح خرد و کوچیک محلی امکان میدیم که نماینده‌ای داشته باشن در مجلس. ولی خب پیامدش عبارت است از اینکه مسائل سطح خرد محلی میاد جای مسائل سیاسی سطح کلان ملی رو میگیره و مجلس هم کمتر سیاسی میشه و عملاً تبدیل میشه به قسمتی انگار از قوه اجراییه که باید مسائل کوچیک سطح محلی رو که شوراهای محلی باید در واقع حل و فصل کنن حل و فصل میکنه. این از یک طرف. ولی وقتی به سطح کلانتر میریم درسته ممکنه که سهم این گروه های کوچیک کم بشه، ولی خب نظام انتخاباتی سیاسی تر میشه و میتونه در سطح ملی تری عمل کنه. یک راه جایگزین برای این مسئله سیستم های تناسبی. سیستم های تناسبی امکان رو میدن که هم احزاب به اندازه وزن و اهمیت اجتماعیشون یا وزنشون در جامعه به طور کلی رأی داشته باشن، هم میتونه سیستم تناسب جمعیتی باشه، یعنی جمعیت های کوچیک هم به تناسب سهمشون مثلا در سطح استان بتونن نماینده داشته باشن، نه اینکه اونا به طور کلی از فهرست یا از خواسته های فهرست خواسته های خودشون که در سطح محلی ممکنه معنایی داشته باشه ولی برای دیگران در سطح استان نداشته باشه حذف بشن. بنابراین یک سیستم تناسبی و شاید سیستم تناسبی ترکیبی میتونه این نقیصه یا کاستی رو جبران بکنه. آقا
آقای مزروی، یکی از چیزهای دیگه ای که موافقان این طرح میگن اینه که باعث میشه که مردم خیلی رأی های قومی دیگه ندن وقتی که در سطح استان قرار باشه نماینده ای انتخاب کند. چقدر به نظر شما این حرف درسته؟ قطعا اگر سطح انتخابات وسیع تر بشه، خب گرایشات قومی و محلی در انتخابات اثرش کاسته میشه. ولی این رو توجه داشته باشیم که در همین قانون بخش‌هایی از استان‌ها رو مستثنا کردن از این قانون به دلیل همین بحث گرایشات قومی و مذهبی. بنابراین میشود گفت که این قانون سعی کرده که یه راهی میانه‌ای رو انتخاب کنه و من فکر میکنم که خب این استانی شدن قطعا از اون بار قومی محلی میکاهد، ولی خب مشکلات دیگری رو با خودش همراه میاره. اما این قانون میگه که هنوز اون نماینده ها باید از حوزه انتخابی خودشون 15% یا 10% بعضی گفتن رأی رو بیارن، یعنی در هر صورت هنوز اون مبنای قومی حفظ شده. خب این یکی از ابهاماتی است که در این قانون هست که خب یعنی انتخابات دو مرحله ای انجام میشه یا یک مرحله ای. من خیلی متوجه این در واقع بحث نشدم که چگونه ممکن است که کسی در حوزه انتخابی خودش مثلا 10-15% رأی بیاره و بعد بخواد این در استان اکثریت رأی رو بیاره. این فکر میکنم به لحاظ عملیاتی بایستی یه کمی تعریفش دقیق تر بشه تا بشه راجبش بحث کرد. آقای قاضی، چه چیزی لازمه برای اینکه باعث بشه رأی دهنده ها بیشتر به مسائل کلان و به مسائل ملی فکر کنن و رأی های قومی ندن؟ من یه اشاره بکنم به نکته که آقای مزروی گفتن و اینکه این طرح خب الان در حد کلیات تصویب شده و اهمیتش در جزئیاته. جزئیاتش متأسفانه هم توی که گفتن آقای مزروی مبهمه، یعنی مشخص نیست که مثلا سیستم برنده شدن در انتخابات چجوریه و اگر این چیزهاییست که تا به حال گفته شده، خب این معنیش اکثریت مطلقه و اکثریت مطلق حتی اگر 10% هم باشه همیشه امکان رفتن به دور دومو داره، بنابراین نمیتونه انتخابات یک مرحله‌ای باشه. بنابراین ابهامات زیادی در این طرح وجود داره. ولی اتفاقا چرا ما باید فرض کنیم که انتخابات باید به صورت قومیتی نباشه؟ چرا اقوام یا گروه‌های مختلف اجتماعی من جمله قومیت‌ها نباید بتونن خواسته های خودشون رو از طریق نمایندگانشون اجرا کنن؟ مثلا در این طرح اومدن که میگن که رای دهنده ها بیشتر میخوان به کسی رای بدن که حتما از شهر خودشون هست و زیاد اهمیت نمیدن که این فرد چقدر کارآمده و لیاقت این رو داره که وارد مجلس بشه. اصلا مسئله دموکراسی همینه. ببینید ما همیشه در جامعه های مثل جامعه ایران با گروه های متکثر اجتماعی روبرو هستیم که اینا لااقل اگر نگیم منافع متفاوت دارن، خواسته های متفاوت دارن. چه کسی باید خواسته های اونا رو نمایندگی کنه؟ سابق بر سر این خواسته ها جنگ و نزاع بوده. دموکراسی شیوه بهداشتی تری است، بدون خونریزی است برای کسب این خواسته ها. بنابراین مشروعه که اتفاقا گروه های مختلف اجتماعی من جمله قومیت ها، من جمله شهرستان های کوچیک به دنبال خواسته ها و منافع خودشون باشن. این اساس کاره. یعنی ما نباید فرض کنیم که میتونیم یه راهی پیدا بکنیم که این منافع یا خواسته ها رو کنار بذاریم، همه بیان بشینن کنار هم برادروار زندگی کنن. چنین چیزی اساسا ممکن نیست. خواسته ها در جامعه های مدرن متفاوتن، منابع برای پاسخ دادن به خواسته ها اندکه، بنابراین سر اون خواسته ها دعواست. دعوای دموکراسی یعنی همین. دموکراسی اصلا سیستمی است برای حل و فصل همین منازعاتی که برای این منافع یا خواسته های متفاوت با وجود منابع اندک رخ میده. ما باید اینو به رسمیت شناخته قبولش کرد. مرسی. فرصت زیادی نداریم. میخواستم این سوالو حتما ازتون بپرسم با توجه به اینکه آقای قاضیان شما روی سیستم های مختلف انتخاباتی کار کردین، بهترین سیستم رو چه سیستمی میدونید؟ همچنین گفتم هیچ سیستم مطلقاً بهتری وجود نداره. سیستم ها رو بر اساس مجموعه تاریخ سیاسی کشورها، ظرفیت های سیاسی کشور رو باید انتخاب کرد. ولی در این مورد خاص اگر مورد نظرتون هست، به نظرم سیستم های تناسبی ترکیبی شاید بهتر بتونه جواب بده که سهم جمعیت های کوچک حفظ بشه و ضمناً بستری بشه برای رفتن به سوی ادغام نظام حزبی در درون سیستم انتخاباتی. ممنونم ازتون. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ما و علی مزروی نماینده پیشین مجلس ششم از اصفهان از بروکسل. تلویزیون دولتی ایران فیلمی از نازنین زاغری ردکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی منتشر کرده. او
این فیلم لحظه ای را نشان می‌دهد که مقام‌های قضایی در فرودگاه مانع خروج خانم زاغری از ایران شدند. در این برنامه خانم زاغری به جنگ نرم با ایران متهم شده. او حدود 2.5 سال پیش دستگیر و به 5 سال حبس محکوم شد. اعضای خانواده نازنین زاغری می‌گویند که او بی‌گناه است و قربانی اختلافات سیاسی بین ایران و بریتانیا شده. جیار گل گزارش می‌دهد. فرودگاه بین‌المللی تهران، فروردین 1395. نازنین زاغری رتکلیف به همراه دختر خردسالش که برای دیدار از خانواده‌اش به تهران رفته بود در حال بازگشت به بریتانیا است. لندن انشالله. دوربین نیروهای امنیتی ایران مخفیانه خروج او را ضبط کردند. خانم زاغری به زده با خبر می شود که او حق خروج از ایران را ندارد. باش گفت که جلد شما رو دارد و شما ممنوع خروج هستید. مورین اصلی عملیات جنگ نر به نام نازنین. این تصاویر را دیشب تلویزیون دولتی ایران منتشر کرد و او را متهم به جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است. نازنین زاغری رتکلیف فروردین سال 1395 هنگام بازگشت از ایران در تهران دستگیر شد. 9 ماه بعد محکوم به 5 سال زندان شد. در اوائل شهریور امسال برای اولین بار به او 3 روز مرخصی داده شد تا با خانواده‌اش در ایران دیدار کند. خانم زاغری و نرگس محمدی زندانی سیاسی در نامه مشترک اعلام کردند از 24 دی ماه امسال در اعتراض به وضعیت درمانی خود در زندان اعتصاب قضا می کنند. حس می کنه که در آستانه حمله عصبیه. هیچ چاره ای نداره و تحملش سخت شده. او حس میکنه که زندگیش داره در زندان تلف میشه و در آستانه 40 سالگی دیگه نمیتونه بچه دیگه ای داشته باشه. چیزی غیر از اعتراض از دستش بر نمیاد. تلاش های دیپلماتیک برای آزادی نازنین زاغری به نتیجه نرسیده. 2 ماه پیش وزیر خارجه بریتانیا که به ایران سفر کرده بود بار دیگر خواهان آزادی او شد. Incredibly shameful for Iran. شرم‌آوره که ایران برخلاف وعده‌هاش عمل می‌کنه. هنگام دیدار من از ایران در ماه نوامبر اونا وعده دادن که به نازنین اجازه دسترسی کامل به امکانات درمانی بدن. او غده‌ای در سینه‌اش داره و مثل هر زن دیگری نگران سلامتیشه. نازنین زاغری رتکلیف به اتهام‌های عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی نظام تلاش می‌کنند شده. هنگامی که زاغری قصد خروج از کشور را داشت، بازداشت شد. او همچنین متهم شده که از مؤسسه‌های رویترز و بی بی سی پول دریافت کرده و در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن شرکت داشته. این تصاویر تلویزیون ایران برای اولین بار لحظه انتقال خانم زاغری از فرودگاه تهران به زندان را نشان می‌دهد. از آن شب بیش از 1000 روز می‌گذرد. ژیورگل، بی بی سی. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته وزارت اطلاعات حق دارد از اسماعیل بخشی شکایت کند. آقای واعظی گفته بر اساس بررسی‌های وزارت اطلاعات ادعای آقای بخشی درباره شکنجه شدن در زندان درست نبوده. این در حالی است که امروز خبر رسید که سپیده قلیان که همزمان با آقای بخشی دستگیر شده بود گفته حاضر است درباره شکنجه خودش و شکنجه آقای بخشی شهادت دهد. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. او چند روز پیش گفته بود که در دوران بازداشت به دست مأموران وزارت اطلاعات آنقدر شکنجه شده بود که تا 3 روز نمیتوانست حرکت کند. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای علیجانی، دولت ایران در واقع مشخصا رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته که در واقع این ادعای آقای بخشی و خانم قلیان به خاطر این بوده که اینها توهم شکنجه داشتند. پاسخ شما چیه؟ با سلام. این شگفت انگیزه که قبل از اینکه حرف این دو نفر رو بشنون، حرف وکیلشون رو بشنون، با عجله این موضع رو میگیرن. البته خوب این رویه همه حکومت‌های استبدادی است که در برابر این گونه مسائل یعنی نقض حقوق بشر در ابتدا انکار میکنن و بعد حالا با یه فاصله به توجیه خواهند افتاد. من فکر میکنم فاصله انکار و توجیه در این مورد به خصوص زیاد نخواهد بود با توجه به فعالیتی که آقای بخشی و افکار عمومی در این رابطه دارند. و مشخصا هم موفق شدند حداقل در مواردی که می‌بینیم از مسئولان در رده‌های مختلف واکنش نشون دادن به این مسئله. فکر می‌کنید به کجا میرسه؟
ببینید این شجاعت مدنی آقای بخشی که بعد از اندکی سکوت موضع گرفت و خود توضیحی کرد اون چه گذشته بود رو واقعا قابل تحسینه. این نقطه قابل تحسین رو باید بذاریم در کنار بقیه نقاط قابل تحسین، واقعا قابل تحسینی که اعتصاب کارگران هفت تپه و فولاد خوزستان دارن. اینا خود توضیحی میکنن برای دیگر اخشار، برای دیگر اصناف و حمایت اونها رو جلب میکنن و این تبدیل به نیروی موثرتری میکنه. این نامه هم داره تبدیل به یک امر موثری میشه وقتی که فشار افکار عمومی پشتش میاد. ما میبینیم حالا نمایندگان مجلس بعضن دیدار کردن، این خب به هر حال یکی از فواید شبکه‌های اجتماعی هم هست. نیروهای سیاسی امروز 120 نفر از فعالین ملی مذهبی حمایت کردن، امیدواریم بقیه نیروهای سیاسی هم حمایت بکنن. این فشارها باعث میشه، حالا به قول افسران آگاهی که میگن دوز اگه بخواد ماشینو بدزده، به هر حال شما هر کاری بکنید، هر آژیر خطری قفلی بذارید، به هر حال خواهد دزدید، ولی کارشون رو سخت میکنید. تجربه نشون داده که این مقاومت‌های مدنی کار اونها رو سخت خواهد کرد و اگر در اون مورد به خصوص عقب نشینی نکنن، ولی به تدریج عقب نشینی خواهند کرد و وضعیت برای دیگر افراد بهتر خواهد شد. و مشخصا اینجا وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی انگشت اتهام به سمتش هست. فکر میکنید که از دولت چه انتظاری میشه داشت؟ همونطور که گفتین واکنش دولت، شما گفتین که امروز تعجب برانگیز بوده، فکر میکنین که چطور پیش خواهد رفت این قضیه تظلم خواهی آقای بخشی؟ این بستگی به حمایتی است که افکار عمومی، نهادهای مدنی، جریانات سیاسی، نمایندگان مجلس و افکار عمومی بین المللی که به خوبی به هر حال نیروهای جمهوری خواه دارن حمایت میکنن، نیروهای منتقد حکومت دارن حمایت میکنن از منظر حقوق بشری، این فشارها به هر حال تاثیر خواهد گذاشت. من تجارب قبلی هم نشون میده که حکومت‌ها بعد از انکار به توجیه خواهند افتاد و بعد سعی خواهند کرد که ظاهرسازی بکنن، چون به هر حال هیچ گونه این فشاری که با آقای اسماعیل بخش اومده قابل دفاع نیست. اینها اعدامای 67 رو توجیه میکنن با یک سری به هر حال قصه های واقعی و خیالی، اما در این مورد به خصوص کارگرایی که اعتصاب کردن حقوق عقب مانده شون رو میخوان، این به هیچ وجه ضرب و شتم اینها قابل دفاع نیست، چون الان زندانی رو میزنن، شکنجه میکنن برای اینکه اون رو بشکنن، برای اینکه اون رو بیارن داخل یه سناریو. یه موقع زندانی رو میزدن اطلاعات بگیرن، ولی الان زندانی رو اطلاعاتش همه چیش مشخصه. اینها زدن برای شکستن و اگر زندانی عقب نشینی نکنه، خانوادهش، وکیلش، دوستانش، همفکرانش و افکار عمومی اینها رو خود توضیحی بکنن و افشاگری بکنن، تجربه نشون داده که اینها باعث عقب نشینی خواهد شد. هرچند در حکومت‌های استبدادی یه سطحی از شکنجه و فشار حالا یا جسمی یا روانی همیشه وجود خواهد داشت. شما خودتون پیش از انقلاب و پس از انقلاب به زندان رفتید، نمیدونم که آیا با شکنجه فیزیکی هم همراه بوده یا نه، اما خودتون تظلم خواهی کردین، بعدها اومدین بیرون نامه نوشتین، اون چطور پیش رفت و فکر میکنین که چه مقایسه میشه کرد؟ ببینید دهه 60 که خب اصلا داستانش متفاوت بود، شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت، فضای رسانه‌ای وجود نداشت، مثل قبل از انقلاب خانواده‌ها و وکلا اینها تلاش‌هایی می‌کردند، ولی خیلی مؤثر نبود. به هر حال در سطوح بین‌المللی و دیپلماتیک شاید یه تأثیراتی می‌داشت، اما از دهه 70 به بعد این فشارها مؤثر واقع شد. ببینید ما مثلا سال 79-80 که زندان 59 سپاه بودیم، وقتی که بیرون آمدیم نامه‌های توضیحی نوشتیم، علنی، غیر علنی، و برخوردهای فیزیکی و برخوردهای روانی به اصطلاح شکنجه سفید رو توضیح دادیم. این باعث شد که سال 82-84 که ما مجددا زندان رفتیم، اینها فشار فیزیکی رو برداشتن، بیشتر فشار روی جنبه‌های روانی و انفرادی‌های طولانی بود. همون موقع ناگهان اومدن، خب ما دفعه قبل 6 ماه انفرادی بودیم، این دفعه فکر می‌کردیم حداقل 6 ماه انفرادی ما رو نگه دارن، بعد 4 ماه و نیم با عجله ما رو درآوردن بیرون، با وکیل ملاقات دادن، به اتاق جمعی رفتیم و بعد فهمیدیم که این فشارها باعث شده لیگابو نماینده سازمان ملل که آمده بود، آمد اوین، خب با من دیدار کرد و اینها نشون میداد که این عقب نشینی ها میسره. و ما بعد بیرون آمدیم با آقای جمال کریمی راد که اون زمان فکر میکنم وزیر دادگستری بود دیدار کردیم، یک طناب کشی بین زندانی، جامعه مدنی و حکومت اقتدارگرا همیشه وجود داره و این طناب کشی به هر حال در مجموع اگه ما سیر حتی زندان ها
که بدترین جای جمهوری اسلامی است و نقض حقوق بشرش حتی به قول آقای منتظری روی ماموران ساواک رو هم سفید کرده، ما ببینیم وضعیت زندان‌ها در مجموع باعث شده که جامعه مدنی پیشرفت بکنه و کار رو سخت بکنه به قول مأمورین اداره آگاهی. و این یه تجربه داره که چه کارگر چه غیر کارگر، هر کسی که دستگیر میشه نبایستی تسلیم تهدید، وعده وعید و تطمیع بازجو و نیروهای امنیتی قرار بگیره. خودش، خانواده‌اش و وکیلش، هر گونه اطلاع رسانی کاملا به نفع زندانی، شخص زندانی و به نفع بقیه کسانی است که بعداً دچار این مشکل خواهند شد. ممنونم از شما رضا عزیزجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس. علی قمصری، آهنگساز ایرانی، از ممنوع الفعالیت شدنش تا اطلاع ثانوی خبر داده. این آهنگساز 35 ساله در اینستاگرام نوشته این حکم به صورت شفاهی اعلام شده و همه اجراهایش لغو شده. دلیل محرومیت آقای قمصری مقاومت در برابر حذف صدای زنان در کنسرتش اعلام شده. اگرچه همخوانی زنان در قوانین ایران صریحاً منع نشده، اما دخالت نیروهای مذهبی، روحانیون و فتواهای مراجع تقلید وضعیتی سلیقه‌ای را بر عرصه موسیقی و نمایش ایران حاکم کرده که طی سالهای گذشته به محرومیت تعدادی از آهنگسازان و موسیقیدانان ایرانی منجر شده. شادی الهی گزارش می‌دهد. علی قمصری نوازنده تار نوشته 17 دی حین اجرای کنسرت او و گروهش در تالار وحدت تهران، مسئولان حراست تالار صدای کنسرت را قطع کردند. قمصری در حین انتشار ویدیویی از اجرای آن شب در صفحه توییتر خود نوشته این در حالی بود که قبل از اجرا از طرف مدیر بنیاد رودکی و حراست گفته شده بود که اگر اجرا کنیم صدا قطع می شود و از فردا ممنوع الفعالیت خواهم شد. حاله سیفی‌زاده، خواننده زن گروه که آواز را با صدای غالب همخوانی می‌کرد، در اینستاگرام خود ضمن قدردانی از شهامت دو همکار مردش نوشته خواندن برایم خیلی سخت بود. در شرایطی که می‌دیدم علی و بهنام به نجوا می‌نوازند تا صدای من شنیده شود. دختر آواز زنان در ایران به جز دوره مشخص همیشه با محدودیت‌های عرفی یا شرعی روبرو بوده است. در مقابل ممنوعیت آواز زنان در ایران، صحنه‌ای برای اوج گرفتن صداهای ممنوعه در خارج از کشور ایجاد شده است. بنابراین آنچه اکنون بزرگان موسیقی ایران و کارشناسان به آن انتقاد دارند، غیبت صدای نیمی از مردم در موسیقی سنتی و امروزی این کشور است. محمد رضا شجریان، استاد آواز و موسیقی سنتی ایران، بارها به سانسور صدای زنان در موسیقی ایران انتقاد کرده که هم موجب ضربه خوردن موسیقی و هم زنان می شود. او که در اجراهای خارج از کشور دخترش مژگان را به عنوان خواننده با خود همراه می‌کرد، گفته است صدای زن از موسیقی ایرانی حذف شدنی نیست. اکثر مراجع تقلید شیعه در ایران درباره گوش دادن به آواز زن ملاحظاتی دارند. برخی آن را از اساس حرام می‌دانند و عده‌ای هم می‌گویند در صورتی که به قصد شهوت و موجب مفسده باشد حرام است و در غیر آن صورت عیبی ندارد. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی از جمله روحانیون محافظه‌کاری هستند که بارها از عملکرد و مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه رفع بعضی از محدودیت‌ها به شدت انتقاد کرده‌اند. محدودیت‌های عرصه رسمی اما باعث شده زنان خواننده ایرانی یا در خارج از ایران به فعالیت خود ادامه دهند یا در ایران به شکل غیر رسمی و در استودیوهای خانگی تمرین کنند و بخوانند. دوش 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 که آن مخلقا خوش ادا با صفا با وفا از برم آمد. در چند سال اخیر به لطف شبکه‌های اجتماعی آثار این زنان توانسته مخاطب خود را پیدا کند.
و خوانندگی این بخش حذف شده در فضای مجازی تنین انداز شود. شادی الهی، بی بی سی. باز 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 مرا سوی خود میکشد، میبرد، میزند. باد و چشم، باد و چشم مست، جانم ابرویش، ابرویش پیوست. هفته اول مسابقات جام ملت‌های آسیا با انجام بازی قطر و لبنان به پایان رسید. دیداری که با نتیجه 2-0 به سود قطر پایان یافت. ایران قرار است بازی دوم خود را روز شنبه آینده مقابل ویتنام انجام دهد. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما که به ابوظبی رفته نگاهی انداخته به بازی ویتنام و عراق و آخرین آمادگی‌های تیم ملی برای بازی دوم. کمپ کریکت ابوظبی این روزها به خانه دوم تیم ملی ایران تبدیل شده. ملی پوشان بعد از تمرینات ریکاوری دوباره کارهای فنی خود را شروع کردند. از یکی دو مسئولیت جزئی که بگذریم به نظر میرسد حالا هر 23 نفر تیم ملی برای مسابقه دوم مرحله گروهی مقابل ویتنام آماده هستند. به این ترتیب کادر فنی برای پیاده کردن نقشه‌های تاکتیکی انتخاب‌های بیشتری پیدا می‌کند. الان ساعت دقیقاً 3 بعد از ظهره و دمای هوا اینجا در ابوظبی 30 درجه است. تیم ملی داره تو همچین شرایطی تمرین میکنه. چرا؟ چون 3 روز دیگه دقیقاً همین موقع روز و تو همچین دمایی باید با ویتنام بازی بکنه. حریفی که تو بازی اول خودش جلوی عراق نشون داده که اصلاً دست و پا بسته نیست. در استادیوم زاید سپورت سیتی این ویتنام بود که عراق رو غافلگیر کرد و با حملاتی سریع جلو افتاد. عراق 10 دقیقه بعد از گل ویتنام توسط محمد علی، بازیکن 18 ساله‌ای که خیلی ها فکر می‌کنن آینده درخشانی پیش رو دارد، نتیجه را مساوی کرد. اما ویتنام باز هم جلو افتاد، آن هم قبل از پایان نیمه اول. در نیمه دوم با به زمین رفتن طارق همام و بشار رسن، ستاره‌های لیگ برتر ایران که در استقلال و پرسپولیس بازی می‌کنن، ورق برگشت. همام بازی را مساوی کرد و در لحظات پایانی با یک ضربه آزاد دیدنی عراقی ها 3 امتیاز را کاملا مال خود کردند. نتیجه نهایی عراق 3-2. البته سرنشین گروه همچنان ایران است. دیدیم که اگه اون ضربه آزاد دقیقه آخر اتفاق نمی افتاد، ویتنام از بازی اول خودش 1 امتیاز رو حداقل گرفته بود. و کارلوس کیروش مربی ایران هم میگه چقدر تحت تاثیر بازی خوب ویتنام قرار گرفته، مسئله که باعث میشه این بازیکن‌ها حریف بعدی خودشون رو اصلا دست کم نگیرن. پوریا ژافره، بی بی سی، ابوظبی. در روستایی در حومه شرقی مزار شریف در شمال افغانستان، مردم از حدود 3 دهه پیش زیر سقف‌های ساخته شده از موشک‌های روسی زندگی می‌کنند. پس از خروج ارتش سرخ، مردم قزل‌آباد بلخ یک انبار مهمات را غارت کردند و از صدها راکت روسی به جای چوب در سقف خانه‌هایشان استفاده کردند. حالا یک مؤسسه مینروبی می‌خواهد قزل‌آباد را از خطر این راکت‌ها پاک کند، اما همزمان با فصل سرما تخریب خانه‌ها چالشی جدی برای مردم این روستاست. حمید فهیم خبرنگار بی بی سی در بلخ در گزارش خود از روستای راکت‌ها می‌گوید. یک روز عادی در قزل‌آباد، روستای در بلخ. در نزدیکی میدان بازی اینها اما راز چندین ساله پنهان شده. مردم قریه مثل این خانواده سالها شب خود را زیر مهمات منفجر ناشده سحر کردند. موشک‌های ویرانگر بمب‌سیاگ روسی که برای
تخریب به افغانستان آورده شده بود، مردم قریه برای اعمار خانه های خود از آن استفاده کردند. اهالی قزل‌آباد 30 سال پیش پس از خروج ارتش سرخ این راکت ها را از یک انبار مهمات بجامانده از روزها در نزدیکی محله ایشان به دست آوردند. کسی که امکانات جور کردن نداشت، از آین استفاده نداشت، پول نداشت چوب بخره یا این بخره، این از همین تیار بودم این نزدیک قشلاق، سر قشلاق برادر جان از همین آورد ماند و آباد کرد. بیم 21 سلای محبوب روزها در یک شلیک چندین راکت را به هدف پرتاب می کند. اما در این روستا هر نوع استفاده ای از آن شده جز شلیک کردن. مانعی دروازه، ستونهای سقف آشپزخانه، تاک انگور، حتی پل. حالا اما عمر این راز به پایان می رسد. زنان روستا جمع شدن تا تصمیم دشواری بگیرند. متعجب و بهت زده. آنها برای نخستین بار می شنوند که موشک های سقف پناهگاهشان چقدر خطرناک بوده. بودن از این نه تنها در شما بلکه در تمام قریه خطر از این می رسند. فهمیده؟ می تانه که چندین خانه را از بین ببرم. زنای روستا بیشتر از مردا زیر همین سقف های خطرناک مملو از موشک ها سپری می کنند. اصلا یکی از این زنای روستا بود که پرده از این راز خطرناک برداشت. بازی زیر بم. تا کنون بیش از 400 راکت در این روستا برملا شده. یک نهاد دنمارکی خنثی‌سازی بم آمده که به اهالی روستا کمک کند تا از شر میراث گذشته جنگبارشان رهایی یابند. کار حساس و با احتیاط تمام. جابجایی راکت های شلیک نشده. اهالی خانه تخلیه شدند. اگر بالا هزی فشار موجود شوه یا حرارت زیاد برزی برسه باعث انفجار میشه و میشنه که یک دانش تمام خانه را ویران کنه و اگر 4-5 تا یا 10 دانه باشه امکان از یه سه کل قریه را خراب کنه. آغاز یک پایان. بقایای یک جنگ طویل برچیده می شود. راکت ها از راه که آمده بودن برمی گردن. در نزدیکی مرز افغانستان با شوروی سابق. این محموله های پر از بارود پس از 3 دهه انتظار به کامشان می رسن. انفجار! انفجار! حمید فهیم، بی بی سی، حیرتان. به پایان این 60 دقیقه می رسیم. خداحافظ.